خیلی هم عالی. این کنجکاوی رو من دارم که شما کارا رو کجا ضبط کردید؟ آیا از سازهای زنده استفاده شده؟ چه میزان از نرم افزارهای موسیقی استفاده کردید؟ چگونه اصلا این رو کنار هم قرار دادید؟ سیستم کار به این صورت بود که خدمتتون عرض شود که اولا من یه چیزی یادم رفت بگم. من باید از همینجا از دوست عزیزم بابک خزایی تشکر بکنم، چون تنظیم کارها به عهده بابک بوده و دو تا کار هم خود بابک ساخته و یه کار هم از بچه های ایران که میلاد مفرد و امیر عظیمی این کار رو انجام دادن. اما در رابطه با ضبط کار خدمتتون عرض شود که ما ضبط کارها رو در یک استدیو این لاین استودیو در شهر دوسلدورف انجام دادیم و میکس و مسترینگ کار رو در شهر کلن انجام دادیم با ریورس استودیو مجید کاظمی که ایشون هم الان با ما کار میکنه، هم در مثلا عضو جدید آنتی کاریزماست و هم الان دیگه به ترتیب عضو تیم شهر میوزیک که خودش یه استودیو مجهز در کلن داره و خدمت نشود که به این صورت بوده سیستم کار. خب در صحبتات یه اشاره کردی که از سایر هنرمندا جوانای داخل ایران خواستی کاراشون رو بفرستن و اونا رو بررسی بکنه به یه نوعی در این آنگاه منعکس بشه. خب کار تازه یه شاید کسی به اون صورت انجام نداده باشه، در این باره توضیح بده چه انگیزه ای داشتی؟ این هم یه پروژه‌ای بود که ما در رابطه با آلبوم سال خون داشتیم. حدود 40 تا کار برای ما فرستاده شد. من در واقع با این کار می‌خواستم که اون جوانهای مستعدی که کار ضبط میکنن، کار دارن، ترانه میمیسن، اینها رو به نوعی ما بتونیم معرفیشون بکنیم. و از این میان برترتیب نوید زردی با ما الان همراهه و همون دوستمون امیر عظیمی که پاپ میخونه و میلاد مفرد و دوست دیگرشون که کار میکس و مسترینگ و آهنگسازی انجام میده میلاد فرعون، اینها در ایران هستن. بر ترتیب 40-50 تا کار، حدود بیش از 40 کار برای ما فرستاده شد، ولی خب عموم کارها مشکل داشتن. ما باید بر اساس کنسپت خودمون کارها رو انتخاب میکردیم. خیلی از کارها به هر حال آهنگشون، بیتشون کاور شده بود، یعنی کپی شده بود، یعنی مال خودشون نبود و بعضی ها تو ترانه مشکل داشتن، بعضی تو خوندن مشکل داشتن، که ما در نهایت این دو کار رو انتخاب کردیم. و من هدفم حقیقتا به این عنوان همیشه نگاه میکنم که اگر ما الان در یک پله خاصی هستیم، یکه یا صده نمیدونم، باید کاری انجام بدیم که دیگران هم که استعداد دارن با ما همراه بشن. و من این کار رو انجام میدم و ادامه میدم و خدمتتون عرض شود که هر کمکی که از دست من بر بیاد برای جوانهای مستعد ایرانی انجام خواهم داد. شاهین، این روزا شاید دشوارترین کار هنری در عرصه موسیقی پخش و توزیع یه آلبوم باشه که مشکلات بسیاری واقعا وجود داره، همه هنرمندا به اون اذعان دارن، به این باور دارن. شما چطور این آلبوم رو پخش میکنید؟ از چه طریقی عرضه میشه؟ چه راههای جدیدی رو ازش استفاده میکنید؟ دو مسئله است. من نمیدونم منظور این عزیزان در رابطه با پخش چی بوده دقیقا. یک پخش کاره و رسیدن اون به دست مردم و دیگری به ترتیب در آوردن پول از آلبوم، اون یک بحث دیگه است. اما ما به شخصه، یعنی سیستم شهر میوزیک با پخشش مشکلی نخواهد داشت. ما الان خدمت را شود که جدای از وبسایت هایی که در این زمینه فعالیت میکنن، ما یک شبکه وسیع و کاملا سیستماتیک در ایران تشکیل بدیم از جوانهای داخل ایران که آلبوم رو اینها در آستانه انتشار به صورت اورجینال چاپ میکنن و میفروشن. از راه دیگه به ترتیب برای دانلود سایت های مختلف هست که به راحتی دانلود میکنن و خارج از ایران هم چرا دیگه مشکلی وجود نداره، یعنی هم برای دانلود خریدن میتونن تو شبکه های سایت های معتبری که هست مثل آیتون اینا برن و بخرن و برای به دست آوردن اورجینالش هم که خب ما یا توی کنسرت ها میفروشیم یا پست میکنیم براشون. من فکر نمیکنم واقعا مشکلی داشته باشیم در این زمینه. پس فقط برای که روی موضوع یه بار دیگه تاکید بشه، آلبوم اورجینال شما رو کسایی که علاقمند هستن در خود ایران میتونن تامین بکنن از طریق دوستان یا اون مراکزی که مورد تایید شما هست.
دقیقاً ما میگم این شبکه‌ها به این صورت هستن که خودشون این کارو انجام میدن، فقط کافیه که با ما هماهنگ بکنن و آلبومو میتونن بفروشن و خدمتتون عرض کنم که ما هم گفتیم پولش هم چیزی نیست که به دست ما برسه، پولش رو میتونن خیریه بدن، ولی آلبوم رو میشه به دست آورد و مشکلی وجود نخواهد داشت. همواره در گفتگوهایی که با هم داشتیم تاکید کردی دوستانی که در ایرانن، حالا اگر به طرق دیگر این رو تامین میکنن، آلبوم رو تهیه میکنن، میتونن عوایدش رو به سازمانهای خیریه بفرستن، در این زمینه فعال باشن، ولی گویا خود شما هم کلیه عواید حاصل از فروش این آلبوم رو به پناهندگان اختصاص میدی، در این باره برامون صحبت کن. قسمت من شده که جناب مکشی، من خودم هنوز خودم رو یک پناهنده میدونم و در نتیجه نمیتونم گذشته رو از یاد ببرم، گذشته ای که زیادم از من دور نیست و وقتی این صحنه ها رو میبینم، خبرها رو میشنوم، واقعا قلبم میشکنه و وقتی میبینم این عزیزانمونو در مثلا همین داستانی که جدیدن الان چند وقتی توی آتن داره اتفاق میفته، یا بعد از انتخابات این عزیزانمون که به ترکیه رفته بودن، در نتیجه ما فکر کردیم واقعا این نه پولیه نه چیزی، این فقط جهت یادآوریه به دیگر به دیگران که این دوستان رو از یاد نبریم و تیمی هم که داره با من کار میکنه به همین ترتیبه و همه اینها بدون واقعا چشم داشت مادی این کار کردن. کسی مثل شهریار عادی، یک فیلمساز به ترتیب مطرحی در آلمان و همین چیزی که شما پخش کردید ایشون کارش انجام داده و بقیه اعضا برتره، اینا هر کدوم واقعا دارن از جون مایه میذارن که ما یک پیامی رو بدیم. این پیام اگر ما اینجا مثلا در امنیت هستیم، به اون شرایط خاصی که خواستیم رسیدیم، نباید هم گذشته خودمون و هم هموطنانمون رو که به ارتباط تو شرایط واقعا وحشتناکی هستن از یاد ببریم. شاعر، من آخرین سوالم رو با درمیون میذارم، برای طرفدارانت، برای دوستدارانت چه پیامی داری؟ اگه بخوای با اونو صحبت کنی بهشون چی میگی؟ من در ابتدای هم باید از همینجا تشکر بکنم از همه کسایی که توی این راه به ما کمک کردن، از خیلی از وبسایت ها که اسم نمیبرم، از خیلی از هنرمند ها و خیلی از کسانی که به ارتطیب شاید نمیخوان اسمشون آورده بشه، و چهارمو مشخصا شهریار احدی، پژمان افشاری، بابک فضایی، همه این دوستان واقعا کمک کردن به این راه. اما پیام من به کسانی که کار رو گوش میکنم فقط یک چیزه، به هر طریقی که این آلبوم رو به دست میارن، این واقعا مسئله خودشونه و ما کمک خواهیم کرد، اما برای من فقط مهم اینه که کار رو واقعا گوش کنن و دقت بکنن به اون چیزی که ما گفتیم و سرسری نگذرن و در لحظه کار نگاه نکنن. شاهین نجفی از شرکت در برنامه شباهنگ سپاسگزارم. مرسی از اینکه به شهر بن رفتی تا امشب با ما باشی. برات آرزو موفقیت میکنم در ادامه برنامه ها و پروژه هایی که داری. مرسی بهنوچان، شهر باشی. Passa, passa.